به این میل من وقعی ننهادم و به همین دلیل است که من به جای اونها رو شماخت بکنم ازشون تشکر میکنم برای اینکه منو یک بار دیگه در مقابل کسانی قرار دادند که چه اونها رو بشناسم چه نشناسم دوستشون میدارم و قیافه ها و چهره های امثال اونها رو که دور از من هستند در اونها ما به روشنی میدیدم. بنابراین لازم میدونم که حداقل از چند نفر نام ببرم، کسانی که بانیان این جلسه از جهت همه زحماتی که خود به خود تشکیل چنین جلسه‌ای داشت شدند. در بدو امر از دوست و همکار گرامی سرکار خانم اما سرشار که منو سرشار از قدردانی کردند و دکتر علی محمد اربابی از دوستان عزیز قدیم من و آقای ایرج گرگین که علاوه بر همه این سوابقی که اشاره کردند مودت قلبی من از این بابت همیشه به سوی ایشان بوده است که هر کاری رو که در طول سالیان هجرت انجام دادند عاشقانه و صادقانه انجام دادند و این به گمان من صفت بزرگی است. و غیر از این کسان از دوستان خصوصی بزرگوار خودم که شایدم اصلا دلشون نمیخواد که نامشون اینجا برده بشه، ولی من این بار این اجازه رو به خودم میدم که پرده دری بکنم. من از کسانی مثل وحید تهرانی، حسین وحید تهرانی، غفور میرزایی، حسین زاهدی، حسن شهباز و همه کسانی که به نحوی در این کار شرکت کردن صمیمانه سپاسگزارم و به دکتر ایرج خادمی که با لطف فراوان جلسه رو به من در حیطه یا در قلمرو نظارت خودش اختصاص داد تشکر میکنم. و اگر کسانی به دلیل همون آشفتگی الان بر زبان من نامشون جاری نشد منو میبخشند و ضمناً کوشش دوستان جوان من در مرکز ایرانیان با همکاری سازمان دانشجویان UCLA و رادیو و تلویزیون رادیو امید ایران و همچنین تلویزیون ایرانیان که همکاری من از دو سال پیش به صورت ماهانه با اون ادامه داره و آقای لیمونادی و همچنین از تلویزیون جام جم که در این مراسم داوطلبانه خواست شرکت بکنه و طبعا مرکز ایرانیان روتاری و همه کسانی که در این امر شرکت داشتن تشکر فراوان میکنن. لازم نیست از کسانی که با صدق و صمیمیت و با هنر فراوان از من یاد کردن و جز دوستان گرامی من هستن مثل خانم هما پرتوی و دوست عزیزم دکتر محمد حسین مصطفی یاد کنم. اما در پایان بایستی حتما مراتب سپاس خودم رو نسبت به دو استاد بزرگوار خودم دکتر احسان یارشاطر با اون بیان شیوا بی پیرایه که وقتی سخن میگوید کمتر به نظر میرسد که در این کلمات بی پیرایه معانی چنان بزرگی رو گنجانده باشه، نه درباره شخص من، سخنرانی های این یکی دو روز او هم گواه این هست. و همچنین دکتر جلال متینی که با شهامت همیشگی خودش و با استادی در سخنش امروز منو مرهون عواطف و
لطف خودشون کردند سپاسگزارم و همچنین و به خصوص از دوست عزیز دیگرم خانم دکتر فرزانه میلانی که سخنرانی بسیار زیبا و عمیق ایشون خود شعری بود. بنابراین من کار سپاسگزاری رو پایان میدم و برای اینکه میدونم و در این حال خودم هم این اشتیاق رو دارم برخلاف بسیاری از جاها و موارد کمچنان که دوست عزیزم دکتر مصطفی گفت نمیتوانم شعری رو بخوانم، ولی اینجا برعکس اون چی گذشت و اون چی در من گذشت منو وامی داره که برای شما شعری رو بخونم. این شعر تا به حال نه چاپ شده و نه خوانده شده. اسمش هم پله شستومه، علتش هم روشن است. در یکی از اون لحظات خلوتی که شما اندکی از اون رو در این قطع فیلم کوتاه که دوست عزیز ما که امروز اینجا نیست باربد طاهری برداشته بود دیدید، سخن از دیاریست که دوره و یاد اون منو برمی انگیزه و بعضی از اندیشه ها در خود شعر بیان شده. پله شستم. شب شد و اشک خزان مردمک پنجره ها را شست. شب شد و اشک خزان مردمک پنجره ها را شست و از پس پرده پنهان فراموشی مشعل یاد تو در خانه تاریک چراغ افروخت. ناگهان خاطر من چون افق آینه روشن شد. ناگهان سینه من در تب دیدار بهاران سوخت. یاد تو بوی چمنهای پر از برف و شقایق را با مناجات خروسان سحرخیز نثارم کرد. از نهانگاه دلم چشمه غمهای جهان جوشید. لقمه بغض فرو خورده من راه گلو بربست. گریه سرشار تر از ابر بهارم کرد. یاد تو عکس در آینه تنهایی من انداخت. یاد تو پنجره ای را به شب غربت من بگشود. نظر از پنجره بر بام شب افکندم. قرص ماه از پس ابری که روان بود نمایان بود. با خود اندیشه کنان گفتم آسمان ماه درخشان خزانی را همچو آینه به دیوار افق کوبید. قله‌ای کو که من از اوجش دست بگشایم و آن آینه برگیرم تا در او لحظه پایان جوانی را چون شفق در گذر آب توانم دید. این گمان بود که چون روزنه‌ای در دل تاریکی رهنمونم شد و از خانه برونم راند. نردبانی که مرا تا به لب بام فلک می برد از بن کوچه خاموش به خیشم خواند. تیره پشت برافراخته او را با قدمهای عمودی همه پیمودم. پای بر پله 59 زدم. ناگهان ما بر آن پله فرو افشاند.
پله روشن شد و پیرامون او تاریک. زیر لب با دل خود گفتم آه من یک قدم دیگر از زمین دور شدم، یک نفس دیگر به زمان نزدیک. من از این پله که پا بر کمرش دارم صورت کودکی و سیرت پیری را هر دو در آینه ما توانم دید. سهم جمشید اگر جام جهانی بود، من جهان را به از آن شاه توانم دید. ناگهان معجزه شوم حقیقت یافت، ما پیش آمد و من چهره پیرم را در دل آینه اش دیدم و دگرگونی آن چهره هراسیدم. خواستم تا نظر از آینه بردارم، دیدم افسوس که آن لحظه هول‌انگیز در پی خواب فریبنده سوداها لحظه باز رسیدن به حقایق بود. باوری در به دلم گفتم بار دیگر به دلم گفتم تو اگر ماه درخشان خزانی را به خطا آینه غیب نما خوندی، معنی غیب ندانستی، ورنه این ماه که تصویر کهنسالی من در اوست بیگمان آینه دل بود. ماه بر پله شستم تافت، پله روشن شد و پیرامون او تاریک. باز من یک قدم دیگر از زمین دور شدم، یک نفس دیگر به زمان نزدیک. و از بلندای سحرگاهان شاید از روزنه ای پنهان در دل خانه متروک نظر کردم. صبح می آمد و یاد تو دیگر باره در فراموشی ایام نهان می شد. در غیاب من و تو ساعت دیواری با دو انگشت فسونکارش زخمه بر تار زمان می زد، نغمه پرداز حیات گذران می شد. عکس من در دل آن غاب غبارآلود به چراغی که تو افروخته بودی نگران می شد. آری آن چهره که یک روز جوان می زیست پیر می گشت و جهان باز جوان می شد. سپاس فراوان از جناب نادرپور و همینطور شما دوستان عزیز که تا این ساعت نشستید. متاسفانه مثل اینکه استاد ورزی تشریف نیاوردن، امیدوارم که اتفاقی برشون نیفتاده باشه، ما کمی نگرانشون هستیم، ولی برنامه رو در اینجا به پایان میرسونیم با امید اینکه ایشان هر جا هستن سلامت باشن. شب همگی بخیر. خانم ها آقایونی که مایلند آقای نادرپور کتابایی که خریدن امضا کنن، آقای نادرپور اینجا هستن. با معذرت خواهی از آقای نادرپور که دارن براشون زحمت زیاده کتاب رو بگیرید بیارید که آقای نادرپور امضا کنن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
شام ببخش. مستدیک شده نمون باید پر بونیم.